نرم افزار فتوشاپ رو باز کردم. شما از چند طریق میتونید ویدیو رو وارد نرم افزار بکنید. یکی این که برید تو فولدری که ویدیو دارین، ویدیوتون رو بکشین و بیارین توی فتوشاپ رهاش کنین. به معنی اینکه من ویدیو رو میارم توی فتوشاپ، برید تایم پنجره تایملاین خودش اینجا باز میشه، چون قبلا کار کردم اینجا باز میشه. تو قسمت لایر اگر کلیک بکنم میبینید یه دونه ویدیو گروپ 1 زده و شکل ویدیو هم اینجا کشیده، میبینید به شکل ویدیو هست. اگر شما وقتی ویدیو رو وارد حالا فتوشاپ کردیم و باز نشد، تایملاین نبود، میتونیم بیاین از قسمت ویندو و این قسمت تایملاین رو روش کلیک بکنیم. برای اینکه فضای بازتری داشته باشیم میتونید تایملاین رو وارد حالا این پایین قرارش بدین، به این صورت بکشید و بیارین قسمت پایین. وقتی میارم پایین رنگ آبی میشه، آبی که شد روش میندازینش و به این صورت هست. حالا من فضای بازتری میخوام برای کار کردن روی ویدیو. این قسمت میبینید فلش داده، فلش یعنی به معنی اینکه من بیام این قسمت حالت فلش میشه و شما میتونید جابجا کنید و بالا پایینش کنید. این مقدار خوبه. یک مقدار هم زوم اوت میکنم ویدئوم رو. ببینید شما همونطور که گفتم از چند طریق میتونید ویدیو رو بیارید. یکی هم از این طریق، هم میتونید برید توی فولدر ویدیوتون رو بیارید، هم میتونید بیان این قسمت ویدیو گروپ 1 اینجا یه دونه کلیک بکنید، اد مدیا. روی اد مدیا کلیک کنید یه ویدیوی دیگه میتونید بیارید. مثلا من روی این یکی کلیک میکنم و اوپن رو میزنم. به معنی اینکه میزنم ویدیوی دوم کنار ویدیوی اول قرار میگیره، یعنی بالاش قرار نمیگیره، کنارش قرار میگیره. و راه دیگه ایم که شما میتونید ویدیو رو وارد نرم افزار بکنید اینجا هست، سمت راست تایملاین اینجا یه علامت مثبت زده، اد مدیا تو ترک هست، روش که کلیک بکنم دوباره ویدیو دارین. دوباره مثلا من اینترو رو بزنم میفته کنارش که من نیازی به این یکی ندارم. هر چقدر شما ویدیو وارد فتوشاپ بکنید، وارد تایملاین کنید، جلوی اون ویدیو قرار میگیره. خب این قسمت بالا قسمت های ویدیو هست، مثل پریمیر عمل میکنه. این قسمت بالا و قسمت پایین هم برای صوت هست، برای موزیک هست اگه بخواید استفاده کنید. یعنی اینجا نوشته ویدیو گروپ 1 یعنی مال ویدیو هست و قسمت پایینی هم آجور ترک هست. توی ترک ها رو میتونید این پایین قرار بدید. همینجوری که شما پایین میتونید ترک قرار بدید، ببینید من اینجا روش کلیک میکنم، اد آیدیو رو روش کلیک میکنم. من یه دونه موزیک هم اینجا دارم، روش کلیک میکنم باز میشه. ببینید موزیک خیلی بلنده. از این قسمت مثبت هم اگه کلیک کنید میتونید یک موزیک دیگه وارد بکنید و اون یکی موزیک هم که وارد بکنید باز میفته این کنار موزیکمون. این قسمت پایین هم که میبینید زوم هست، زوم این من زوم اوت هستم. تو که دارید میبینید من دارم با این قسمت پایین تایملاین رو، ویدیوها رو زوم این و زوم اوت میکنم. خب یک مقدار من دیگه اینو بیارم بالاتر. خوبه. توضیحی که باید بهتون بدم از همینجا شروع میکنم. این قسمت تایملاین، این پلی هست اولی که با پلی همه آشنا هستیم، پلی و استاپ همه آشنا هستیم. روش که پلی بکنم ویدئوی من شروع به پخش شدن میشه و همچنین این موزیکی که روش گذاشتم موزیک هم داره پخش میشه. و شما اگه بخواید موزیک رو پخش نکنید و حالا فعلا ویدئوتون رو بدون صدا ببینید، میتونید این قسمت روی این علامت بلنگو که زده کلیک بکنین و الان صداش قطع میشه. دوباره میام از اول و پلی رو میزنم. اما ویدئوی دوم یک مقدار صدا داره، یعنی صداش فکر میکنم کم باشه. ببینید ولی خب توی این قسمت کوچیک شده. کنترل تی رو میزنم و این رو میتونم یک مقدار، البته باید کنترل تی رو که میزنم شیفت و آلت رو با هم میگرفتم، من اینجوری یهویی با پریمیر قاطی کردم. خب میام دوباره اول ویدیو قرار میارم، روش دابل کلیک میکنم، میام دوباره اول ویدیو. ببینید شما وقتی که این اهرامتون اینجا قرار گرفته بود، به جایی که دوباره هی بکشین بیاریدش اول، مثلا شما اهرام اینجا شما اینجا باشه، هی بخواید بکشین بیارین اول ویدیوتون، میتونید از این گزینه استفاده کنید. اینجا نوشته go to first frame، یعنی اولین فریم میاد این اهرامتون، روش کلیک بکنم میاد اول فریم قرار میگیره. خب اگر من یک مقدار بیام جلوتر این دوتا دوباره فعال میشه. قسمت دوم go to preview frame هست، یعنی یه دونه یه دونه بر میگرده عقب، یعنی یه فریم یه فریم بر میگرده عقب. اگر من کلیک بکنم یعنی یه دونه یه دونه داره میره عقب، این ویدئوی ما داره یک فریم یک فریم داره میره عقب. ببینید این یکی برعکسش عمل میکنه، یک فریم میره جلو، go to next frame. ببینید یک فریم داره میره جلو. این یکی هم که کلا اول فریم قرار میگیره، این یکی هم که پلی و روش دوباره کلیک کنم استوب میشه. این قسمت حالا صدای
اون موزیک هست، صدای اون ویدیو هست. حالا این اولین ویدیو صدا نداره، میرم روی دومی. روی دومی اگر روی این قسمت بلنگو کلیک بکنم میوتش میکنه و الان پلی کنم دیگه صدای این یکی ویدیوی دومی هم نمیاد. پس دوباره من روش کلیک میکنم که صدای ویدیوی دومی رو بشنویم. میذارم من میارم از اول به این صورت. خب میارم اول ویدیو قرار میگیرم و قسمت موزیک رو هم پخش، یعنی فعالش میکنم که پخش بشه. خب این قسمت، این سه تا قسمتی که داریم میبینیم، قسمت این یکی که تنظیمات هست روش کلیک بکنم رزولوشنش هست، رزولوشن ویدیوتون میخواین روی 50 قرار بگیره، روی 25%، روی 100% باشه که پیش فرضش روی 50% هست. من کیفیت و رزولوشن ویدیو رو روی 50% قرار میدم. قسمت بعدی که شکل قیچی کشیده، شما به عنوان مثال من یک مقدار اینجا رو زوم میکنم، مثلا میخواین این ویدیوتون رو دو تیکه کنین، یعنی ویدیو یه دونه ویدیو رو دو تیکه کنین، مثلا قبلی رو یه رنگ بهش بدین، بعدی رو مثلا یک حالت دیگه بهش بدین. اینجا قرارش میدم، مثلا توی این قسمت قرارش میدم و میام این قسمت قیچی رو روش کلیک میکنم. روش کلیک بکنم ببینید ویدیو اینجا کات شد و حتما باید ویدیوتون انتخاب شده باشه که شما بتونید این کار رو انجام بدین. الان دوتا ویدیو شو میبینی، به محض اینکه من قیچی رو زدم دوتا ویدیو شو، این یه دونه ویدیو، این یه دونه ویدیو. قسمت بعدی هم ترانزیشن هست، یه سری ترانزیشن های آماده فتوشاپ بهتون داده که شما میتونید از ترانزیشن ها بین دوتا ویدیوها استفاده کنید، که معمولا ترانزیشن بین دوتا ویدیوها استفاده میشه. حالا قبل از اینکه من از ترانزیشن استفاده کنم، یک حالا فیلتری روی این قسمت اولین ویدیو اعمال کنم، روی دومی هم به همین چنین، و بعد از ترانزیشن ها استفاده میکنیم. خب حالا قبل از اینکه من برم وارد قسمت موشن بشم، این ویدیو رو انتخاب میکنم. حتما باید ویدیو انتخاب شده باشه. میام مثلا تو قسمت لایر، این قسمت پایین میتونی یه سری رنگ ها و نور ها بهش بدین. حالا ببینید اینجا من یه دونه ویدیو دارم انجام میدم. حالا یادم را بهتون بگم که این قسمت شما میتونید دو تا لاین از ویدیو و دو تا لاین یا بیشتر از آیدیو داشته باشین. این قسمت ببینید، شما از دو راه میتونی این کار رو انجام بدی، یعنی دو تا لاین داشته باشی. مثلا این ویدیوی دوم میخوام بالای ویدیوی اول قرار بگیره، یا تکس میخوام داشته باشم میخوام بالای این ویدیو قرار بگیره. هم میتونید از این طریق یه دونه نیو ویدیو گروپ بسازین. ببینید من هر چقدر اینجا قرار دادم توی یه خط قرار گرفت و همش هم توی یه دونه ویدیو گروپ قرار گرفته. این قسمت رو میبینید، میتونم بیام این قسمت نیو ویدیو گروپ رو روش کلیک بکنم، ببینید یه لاین دیگه این بالا داد. خب یعنی شما میتونید این ویدیو رو این بالا قرار بدین، این رو اینجا قرار بدین، این یکی روی این یکی قرار بگیره، این یکی وقتی من میارمش بالا ویدیوی سوم به اولیه چسبید. این قسمت سمت راست هم میبینید خودش یه دونه گروپ ساخت. خب از این طریق هم میتونید. اینجا هم توی قسمت لایرها هم میتونید کار انجام بدین. مثلا شما این ویدیوی این قسمت رو میخواین بالاترین ویدیو قرارش بدین، هم میتونین بیان این قسمت یه ویدیو دیگه نیو ویدیو بسازین و حالا این ویدیو رو بندازین داخلش، هم میتونین بیان توی قسمت لایه رو بکشین و بالاترین ویدیو قرارش بدین. ببینید به محض اینکه من اینو کشیدم بردم بالاترین ویدیو قرار دادم، خودش اومد بالاترین ویدیو اینجا قرار گرفت، مثلا میتونه اینجا قرار بگیره به این صورت. و اگه مثلا من بخوام پلی بکنم اینطوری میره وارد ویدیوام، تو روی هم قرار گرفتن به این صورت هست که از این طریق شما میتونید، از این طریق همچنین آیدیو رو میتونید کلیک بکنید و نیو آیدیو ترک رو بزنید، ببینید یک ترک دیگه این پایین داد، دوباره من بزنم ترک دیگه پایین تر میده، من اینو بدم بالا، ببینید همینجور که به نیو بزنم لاینای ترک اینجا ایجاد میشه و لاین ویدیو اون بالا هم ایجاد میشه. و برای دیلیت کردنش هم الان ما میخوام دیلیت کنیم، چون نیازی نداریم به این همه ویدیو، و دیلیت ترک رو میزنم و دوباره دیلیت ترک. قسمت بالایی ها رو هم به همین چنین میتونید روش کلیک بکنید و دیلیت ترک رو بزنید. به محض اینکه میزنین کلا از این قسمت لایرها هم پاک میشه. یه کنترل زد میزنم چون میخوام این رو همین پایین قرار بدم. میتونید خودتونم با دستی بکشین و پایین قرارش بدین و این یکی رو دوباره مثلا اینجا قرارش بدین. یه کنترل زد هم میتونید بزنید، مثلا این حالتی باشه و اولی رو پاک میکنیم و اولی دیگه نیازی به اون بالایی ندارم، دیلی ترک رو میزنم. خب اینا رو همه باید خودتون تمرین بکنید، دونه دونه متعجب بشین دیگه چی کار داریم میکنید. خب
قرار بود که من روی ویدئوی اولی یک نور یا رنگ بهش بدم، وقتی روش کلیک میکنم این آخر توی لایه ها آخری میشه، نمیشه لایر یک. میام این قسمت پایین روی ادجاستمنت ها روش کلیک میکنم، به عنوان مثال هیو سچوریشن رو روش اعمال میکنم و میام حالا یک سچوریشن اینجا بهش میدم، این رنگ بنفش رو بهش میدم، قرمزش رو بیشتر میکنم، میام توی لایر ها و میبینید این بالای این یکی ویدئو قرار گرفته. الان من اهرم رو جابجا کنم، میبینید به این حالت، به محض اینکه بره توی ویدئوی بعدی دیگه اون رنگ رو نداره. چرا؟ چون من کات کردم توسط قیچی، بینشون نصف شده، پس این دیگه رنگ قبلی رو نداره و من میتونم به این دومیه یه چی دیگه بدم، مثلا بلک اند وایتش کنم، سیاه‌سفیدش کنم، بیاد بره توی سیاه‌سفید، همچین حالتی. اگه پلی رو بزنم میبینید از حالت رنگی رفت توی سیاه‌سفید. میریم برای سومی، برای این یکی ویدیو. این یکی ویدیو حتما باید انتخاب شده باشه که بتونیم یه فیلتر روش اعمال بکنیم. انتخابش میکنم یا توی لایرها میتونیم انتخابش کنیم. میتونیم بیایم این قسمت و گرادینت مپ رو بزنیم، مثلا گرادینت میتونیم یه رنگی حالا مثلا به عنوان مثال بهش بدیم، ببینید به این صورت روی این یکی ویدیو قرار گرفت. میبینید؟ خب حالا این فلشی که شما اینجاها دارین میبینید، اگر این فلش این یعنی این مدلی نبود و داخل ویدیو قرار نگرفته باشه، روی همش اعمال میشه. حالا بهتون میگم آلت رو اگر پایین نگه دارم و فلش اینجا رو بزنم، چون تمام توضیحات این قسمتی که شما چطوری میتونید یک فیلتر رو روی یک ویدیو یا عکس بندازین، اینو تمامش رو بهتون توضیح دادم، لینکش رو این بالا براتون میذارم، میتونید ببینید. ببینید من الان فلش اینجا رو از بین بردم توسط آلت، روی همش اعمال شده. میبینید روی هر سه تا ویدیو این گرادینت اعمال شده، مخصوص فقط این ویدیو نیست. برای اینکه شما فقط مخصوص این ویدیو باشه، میتونید آلت رو پایین نگه دارین و بندازینش فقط توی این ویدیو. ببینید دیگه قبلی ها فیلتر گرادینت روش اعمال نشده. این به این صورت. یه چیز دیگه اینجا بهتون بگم، برای مثال شما میخواین یه سری فیلترها از قسمت بالا انتخاب بکنید. مثلا من ویدیوی اول رو انتخاب میکنم، میام توی به عنوان مثال فیلتر، خب بعد البته انتخاب شده باشه، حتما این اهرمتون رو جابجا کنید تا اینجا روشن بشه. اگه دیدین اینا خاموش بود، این اهرم رو جابجا کنید. دیدین من انتخابش کردم، اومدم فیلتر خاموش بود، اهرم رو جابجا کنید روشن بشه. به عنوان مثال مثلا من میخوام روی فیلتر گالری کلیک بکنم، یه همچین فیلتری به عنوان مثال میخوام روش بدم، اوکی رو که بزنم، ببینید من یکم زومش بکنم، شما فقط روی این قسمت فریم این فیلتر رو تونستین اعمال بکنین، یعنی فریم به فریم این قسمت به شما فیلتر میده. من بیام عقب، این اون فیلتر روش اعمال نشد، اومدم جلو و اینجا اعمال شد. اگر زومش بکنم فریم به فریم بهتون میده، شما میتونین فریم به فریم یا همچین حالا افکتی رو داشته باشین روی کارتون. به این صورت هست. اگه پلی رو بزنم یک لحظه اون فیلتره رد شد، ببینید به این صورت. میام تو قسمت ترانزیشن. اینجا ترانزیشن حتما باید بین دو تا ویدیو قرار بگیره، اهرم باید حتما اونجا باشه. ببینید مثلا من اهرم رو اینجا قرار دادم، شما هر چقدر که زوم این و زوم اوت کنیم روی اهرم قرار میگیره زومتون. میبینید الان من هر چقدر که زوم میکنم میره روی اهرم. اگر شما ویدئوی آخر رو بخواید باید حتما اهرمتون اینجا قرار گرفته باشه، اینجا بذاریدش تا بتونید زوم این و زوم اوتش کنید. اینم از این قسمت پایین زوم این و زوم اوت. حالا یک مقدار دوباره من زوم اینش میکنم. برای ترانزیشن، ترانزیشن باید بین دو تا ویدیو قرار میگیره دیگه. من اینجا رو یکم زوم میکنم بین این ویدیو و این ویدیو، حتما اهرم رو بین ترانزیشن قرار بدیم و الان بیاین توی ترانزیشن کلیک کنید. به صورت پیش‌فرض خودش 1, 2, 3, 4, 5 تا ترانزیشن داره، فید کراس فید داده، فید وید بلک داده و همین رو داده و دیوریشن یعنی سرعت ترانزیشن رو هم شما اینجا میتونید تغییر بدین. خب مثلا من میام کراس فید رو میگیرم میکشم، این حتما باید کلیک درک کنین. کراس فید رو میگیرم میکشم بین دوتا ترانزیشن، یعنی شکل مشکی شد قرار میدم، یعنی الان این شکل شد. حالا من اینو میام اول قرار میدم، به محض اینکه وارد ترانزیشن میشه و میخواد بره تو ویدیو بعدی یکم زوم اوتش میکنم. ببینید پلی رو که بزنم یک حالت محو میشه از این ویدیو قبلی که حالت رنگی داره، ببینید محو میشه و میره، یعنی این حالت دو تیکم شد و میره توی ویدیو بعدی که سیاه‌سفید میشه. اگر پلی رو بزنم دقت کنید، یک مقدار زوم اوتش کنم، این قسمت ترانزیشن رو دقت کنید، یک حالت محو شد و وارد ویدئوی
بعدی شو. این از قسمت ترانزیشن که شما میتونید انجام بدید. ترانزیشن رو شما میتونید سرعتش رو کم و زیاد کنید. دیدین الان من پلی کردم سرعتش خیلی زیاد بود. میتونین ترانزیشن خودش رو، خود ترانزیشن رو ببینید این شکل ترانزیشن هست، انتخاب بکنید، راست کلیک کنید. اینجا هم میتونید تغییرش بدید، هم سرعتش رو کم و زیاد کنید. من سرعت ترانزیشن اگر بخوام یعنی سرعتش رو بخوام بیشتر بکنم سریع بره توی ویدیوی بعدی، اینجوری میام به سمت چپ. خب اما اگر بخوام سرعتش کم بشه و آروم بره توی ویدیوی بعدی، اینجوری میتونم به سمت راست برم و ترانزیشن پایینم میبینی داره تغییر میکنه. یعنی هر چقدر سرعت رو بیشتر کنم ترانزیشن من بازتر میشه و هر چقدر سرعت رو کمتر کنم ترانزیشن بسته تر میشه. پس من ترانزیشن رو بیشترش میکنم، سرعتش یعنی سرعتش رو کمتر میکنم، دوباره میام قسمت پلی رو میزنم، خیلی آرومتر رفت توی ویدئوی بعدی. برای اینکه بهتر متوجه بشین دوباره سرعتش رو من کمتر میکنم. ببینید آروم رفت توی ویدئوی بعدی. شما میتونید ترانزیشن رو هم تغییر بدین، مثلا از این یکی وایت استفاده بکنین به صورت یعنی سفید بشه بره توی ویدئوی بعدی. ببینید به این حالت شما از طریق ترانزیشن ها که خیلی میتونه ویدئوتون رو جذاب بکنه. برای این یکی دوباره روی ترانزیشن مثلا روی فید قرارش میدم، اینجا دوباره شما پلی رو بزنید ببینید فید میشه و میره توی ویدئوی بعدی. دوباره مثلا ترانزیشن من میتونم سرعتش رو اینجا بیشتر بکنم، یک مقدار زوم اوتش کنم، یک حالت فید مانند میشه و میره توی ویدئوی بعدی که خیلی سرعتش اینجا کم شد. به این صورت خب از ترانزیشن ها هم شما میتونید استفاده کنید که ویدئوتون رو جذاب تر بکنه. این قسمت لایه رو من میبندم، خب میام این قسمت، این قسمت سه تا خط که کشیده، شما تمام کارهایی که دارین اینجا انجام میدین و من دارم بهتون آموزش میدم این قسمت هم هست. یعنی شما چه از این طریق بخواین کاراتون انجام بدین چه از این طریق که از طریق ابزارها، خب خیلی راحت تره. مثلا گو تو، نکست فریم هست، پریویو فریم، همین دوتا ابزاری، دوتا حالا آیکونی که اینجا من بهتون گفتم، مثلا نکست فریم بزنم یه فریم داره میره جلو، دقیقاً همون چیزایی رو که من اونجا بهتون گفتم اینجا هست. مثلا استارت اوف ورک اریا، روش کلیک بکنم میره اول ویدیو قرار میگیره. خب دوباره مثلا go to end of work ویدیو میاد آخر ویدیو قرار میگیره. آخر ویدیوی ما موزیکه، میبینید اینجا قرار گرفت. دوباره من میام این قسمت go to start، دوباره میاد اول ویدیو قرار میگیره. من کم زوم اوتش کنم خوبه. دوباره میام تو این سه تا خط، از بقیه گزینه‌ها میتونید استفاده کنید. convert frame make frame from clip هست، work area باز همون set start up هست. یعنی شما باید حتما برای رندر گرفتن اول و آخر ویدیو رو ببندین بعد رندر بگیرید. اگر اول آخر ویدیو بسته نشه همینجور تا آخر میره، مثلا این قسمت مشکی میشه و موزیک هم همینجور داره تا آخر میره. و برای اینکه بخوایم ببندینش هم میتونید از این قسمت اینجا این بذارید من زوم کنم ببینید این قسمت رو میبینید، این قسمت بعد حتما بسته باشه و بیاد این قسمت رو ببندیم و بیاد آخر ویدیو رو هم ببندیم که ما میتونیم از این طریقم استفاده کنیم. کجاست؟ ببینید set start at playhead، یه دونه اینجا برای اولش گذاشته، من اهرامم رو اینجا گذاشته بودم. دوباره مثلا بیام این قسمت اندو که بخوام بزنم ببین جفتش رو اینجا بس، چون اهرام من اینجا قرار گرفته بود. کنترل زد رو میزنم اهرامم رو اینجا قرار میدم، میام این قسمت دوباره ایریا واد ست استارت رو میزنم، استارتش از اینجا باشه، اهرامم رو اینجا قرار میدم و میام این قسمت ست اندو میزنم، یعنی اول و آخر ویدئومو من بستم برای رندر گرفتن. دوباره میام این توی سه تا خط، دیلیت تایملاین رو، خب تایملاین رو دیلیت میکنه و قسمت شو هم کاری نداریم باهاش. خب آنین اسکین آپشن رو که بزنیم یه سری تغییرات رو شما میتونید روی ویدیوتون اعمال بکنید. میخوام به صورت نرمال باشه، به صورت مالتی پلی باشه، دیفرنس باشه، اینجا میتونید حالا یه سری تغییرات روی ویدیوهاتون اعمال بکنید. خب پنل آپشن رو روش کلیک بکنم، شما میتونید حالا اون قسمت های پایین تایملاینتون رو درشت و ریز بکنید. الان روی متوسط هست، روی اولی من اوکی بزنم این اینا ریزتر میشه. دوباره میام این قسمت رو پنل آپشن، روی بزرگی بخوام بزنم اوکی رو بزنم دیگه تا این قسمت تایملاین خیلی بزرگ میشه و حالت نرمالش روی متوسط هست روش کلیک میکنم و اینجا قرارش میدم. خب
دوباره میام این قسمت رندر ویدیو که رندر میگیره، کلوز هم که میبنده. رندر از اینجا میتونیم بگیریم. حالا در آخر ویدیو بهتون میگم که چطوری رندر رو باید بگیریم. یک مقدار من زومش میکنم. خوبه. قسمت های دیگه ای که بعد خدمتتون بگم این قسمت هست ویدیو گروپ. اینجا مهمترین قسمتی است که شما میخواین موشن بسازین. ببینید این تیکه ای که من گفته بودم روی ویدیو شما از این قسمت بالا که بخواین فیلتر گالری رو اینجا من روش اعمال کنم، یه تیکه اینجا نشون داده شد. ببینید من الان زوم کنم، ببینید یک فریم فقط همین تیکه اومد اون حالا حالت پود پودری رو داد. چون اگه شما میخواین کل ویدیوتو انجام بدین یک حالت خب موشن میشه دیگه، فریم به فریم باید این کارو انجام بدین. اینجا من وقتی زدم اینجا داره نشون داده میشه. خب زوم اوتش میکنم. برای اینکه شما بخواین یک موشن بسازید، بذارید من تکس هم بهتون بگم. میام قسمت لایرا، میخوام یه دونه تایپ تکس هم داشته باشیم. روی گروپ کلیک میکنم، تی رو انتخاب میکنم، یک کلیک روی صفحه میزنم. به معنی اینکه یک کلیک روی صفحه شما بزنین کل صفحتون سفید میشه، یعنی پی ان جی میشه. اشکال نداره، شما تایپتون رو انجام بدید. مثلا ساره اسکی رو من میزنم، یه کنترل تی هم میگیرم، اینو بزرگش میکنم، خیلی کوچیک بود. خب صفحتون به این شکل میشه چون که تکس انجام دادین. الان توی یه دونه گروپ قرار گرفت، من نمیخوام داخل این گروپ ها باشه، پس میکشم و میندازمش این بالا. ببینید الان اومد بالای اینجا قرار گرفت، من یکم زوم اوتش کنم ببینید اینجا قرار گرفت و من میخوام بیارمش این سمت، اهرامم بیارم اینجا. چرا اینجا افتاد؟ چون اهرام من اینجا قرار گرفته بود که ساره اسکی رو اینجا نمیش. اگه اهرام من اینجا بود همینجا مینمش. شما جای تکستتون رو مشخص کنین با اهرم که کجا میخواین تکست داشته باشین و همونجا تی رو بزنین و ادامه کار. خب من چون میخوام یه دونه، یعنی داخل ویدیو نباشین، بالا گذاشتمش، کلن یه دونه لاین ساخت و سارا اسکرین بالا قرار گرفت. من میتونم تغییر رنگش بدم، مثلا حالا تغییر رنگ رو میام با موشن میدم که هم تغییر رنگ داده باشم هم موشن رو شما اینجا ببینید. برای اینکه موشن بسازیم، مثلا من میخوام سارا اسکرین آروم بیاد داخل صفحه و رنگش تغییر بکنه از سفیدی. برای اینکه شما بخوام بیارنش داخل صفحه، خب انگلیسیم از سمت چپ میخوام بیارمش. اول میام میذارمش بیرون، قرارش میدم این قسمت ساره اسکیل که فلز زده روش کلیک میکنم که تمام اون موشن ها اینجا باز بشه. این ترانسفورم، اوپاسیتی، استایل و تکست وارپ داره. تو قسمت ویدئوی پایین دیگه تکست وارپ نداره. تمام موشن هایی که اینجا داده میشه بر حسب همون چیزی که شما داریم، مثلا ویدئو داریم بر حسب ویدئو داده، این یکی تکست، یه دونه تکست وارپ هم داده. خب من میخوام وارد صفحه بشه، پس میام ترانسفورم اینجا یک کلیک میکنم. برای اینکه شما بخواید یک ویدیو بسازین باید کی فریم ایجاد بکنید. یک کنترل زد میزنم. الان شما هیچ کی فریمی اینجا رو دقت کنین، هیچ کی فریمی ندارین. میام تو قسمت ترانسفورم یک کلیک اینجا میزنم، یه دونه کی فریم اینجا ایجاد کنم. ببینین رنگش هم زرده. خب برای اینکه شما بخواید اون نوشته ساره اسکیل رو وارد ویدیو بکنی، اینو یک مقدار میارم جلوتر، دوباره یک کی فریم دیگه اینجا میزنم. یعنی الان دوتا کی فریم داریم. الان هیچ چیزی اینجا تغییر نکرد. تو ویدیو میبینین اصلا ساره اسکیل نیست. پس میام روی دومی که من کلیک کردم، ساره اسکیل رو از توی لایه انتخاب میکنم، یه کنترل تی و میکشم میارمش وارد صفحه میکنم. خب الان ببینید من اینو کشیدم آوردم وارد صفحه کردم. ببینید الان یه دونه موشن ساخت. من از اول اینجا پلی بکنم، ببینید وارد صفحه شد و میبینید که خیلی تند وارد صفحه شد. میتونم کی فریم ها رو جابجا کنم. شما اگر کی فریم رو به هم نزدیک کنید، هر چقدر کی فریم ها به هم نزدیکتر بشه سرعت بالاتره. مثلا من کی فریم رو نزدیک این یکی میکنم، یه پلی میزنم، خیلی زود وارد صفحه شد. دیدی ساره اسکیل رو. ولی اگه بخواید خیلی یکم آرومتر وارد صفحه بشه، یک فاصله این دوتا کی فریم رو زیاد میکنم. ببینید الان آروم داره وارد صفحه میشه به این صورت. خب استوپش کنم. حالا اول ویدئوی من اینجاست. الان تکس من اینجا قرار گرفته، اول ویدئو تکس نیست. پس من پلی رو بزنم، اول ساره اسکیل نیست. به معنی اینکه برسه به این قسمت وارد میشه. تازه موقعی هم که میرسه به اولش کی فریم من اینجاست.
از اینجا وارد صفحه میشه. اگر شما بخواید کی فریم ها از اول تکست وارد صفحه میشه، میتونی این دوتا رو اینجوری با هم بگیری، ببینید کلیک درک کردم، دوتاشون باید زرد بشه و جابجاشون کنین. یا اگر اینجوری نمیخواین دوتا رو با هم بگیرین، مثلا کی فریم اولی رو انتخاب میکنین، شیفت رو نگه میدارین، کی فریم دومی رو هم انتخاب میکنین و میکشین و میارین اول تکست قرار میدین. ببینید اول میخوام قرار بگیره. حالا میزنم از اول، پلی رو میزنم. الان سارا اسکیل وارد صفحه شد و اینجا استوب شد و تا آخر. و تا آخری که اینجا سارا اسکیل هست، یعنی فایلش هست، این میمونه. به بعدش کلن که خارج بشه از این قسمت حالا فایل، دیگه سارا اسکیلی وجود نداره. من الان پلی رو بزنم، این داره آروم وارد صفحه میشه. همینجور که داره آروم وارد صفحه میشه، توی ویدئوی بعدی داره میره دیگه، ویدئوی بعدی سیاه‌سفیده، اونم داره تغییر میکنه و الان میره توی ویدئوی بعدی، ولی خب سارا اسکیل دیگه اینجا قرار نداره. خب من میخوام سارا اسکیل رو همینجور که داره وارد صفحه میشه و میره تو سفیدی، رنگش هم تغییر بکنه، مثلا رنگ قرمز، بنفش، هر چیزی بهش بدیم. خب اینجا سارا اسکیل فونتش سفیده، خب خوبه، داره میره اینجا، میخوام بنفش بشه، رنگ بک‌گراند قبلی. خب به محض اینکه اینجا من گذاشتمش، میام روی استایل اینجا یک کلیک میکنم، میرم جلوتر، این تا اینجا میخوام آروم به رنگ بنفش بشه، دوباره یک کلیک دیگه میکنم. ببینید دو تا کی فریم داریم، الان هیچ فرقی نکرده. روی دومی وای میسم، برای اینکه شما دقیقاً روی کی فریم قرار بگیرید، شیفت رو نگه دارید، دقیقاً رو خودش قرار میگیره. ببینید اینجا رو کلیک میکنم، شما نیاین روی تکست دابل کلیک کنین رنگ رو عوض کنین به عنوان مثال، چون اگه این کارو بکنیم رنگ از همون اول تغییر میکنه. پس بیاین اینجا روش کلیک بکنید، روی خود سارا اسکیل دابل کلیک بکنید که پنجره لایر استایل باز بشه. حالا بیاین تو قسمت کالر اورلی و الان اینجا مثلا یک رنگ بنفش بهش میدم و اوکی رو میزنم. الان که برگردم عقب و پلی رو بزنم، رنگ سفید وارد رنگ حالا اون ویدئوی سیاه‌سفید میشه و رنگ تغییر میکنه. الان رنگ خیلی زود تغییر کرد، ببینید خیلی سریع. اگه بخواید یکم طول بکشه، اینو میارم جلوتر، ببینید فاصله بینش رو زیاد میکنم و الان پلی رو میزنم. ببینید به این حالت وارد حالا اون یکی شد. الان من فکر میکنم خیلی ما دیر رنگ رو بهش دادیم، زودتر از اینا بر رنگ رو بهش میدیم. پس چیکار میکنم؟ دوباره دو تاش رو انتخاب میکنم و یک مقدار میبرمش داخل‌تر و الان پلی رو میزنم، ببینید به این حالت رنگ تغییر میکنه. الان ما این ویدئو رو داریم، وارد میشه، رنگ تغییر میکنه و اینجا قرار میگیره. شما میتونید از اوپاسیتی هم استفاده بکنید که مثلا اینجا یک مقدار بمونه و بعد خودش محو بشه. حالا من میام این قسمت ترانزیشن اینجا رو کلا پاک میکنم. ببینید این قسمت رو شما میتونید روش دلیت بزنید، این یکی رو انتخاب کنید، سطل آشغال رو بزنید، کلا ترانزیشن از اینجا پاک بشه. کاری ما به یکی ویدئو نداریم. من میخوام سارا اسکیل از همون اول وارد بشه، یعنی از اینجا یک کم جلوتر. مثلا بخواین بیاریدش یکم جلوتر یا عقبتر، میتونید خود سارا اسکیل رو بگیرید و جابجا کنید. خود موشن هم داره با هم جابجا میشه. الان من اینجا میتونم پلی رو بزنم، اینجا یک مقدار سارا اسکیل بمونه و یک مقدار میارمش اینو جلوتر، چون میخوام تا آخر این ویدیو، ببینید تا آخر این ویدیو سارا اسکیل باشه و محو بشه. شما میتونید از این قسمت جابجا کنید و این رو بزرگتر کنید. مثلا نیاین حالا سارا اسکیل رو بنویسین و توقع داشته باشین تا اینجا بیاد، چون حتما باید این یکی، این قسمت تا اینجا کشیده شده باشه. پس این تا اینجا اوکیه. حالا از اینجا من میام یه دونه کی فریم ایجاد میکنم، میرم جلوتر یک کی فریم دیگه ایجاد میکنم و اینجا میام کلن اوپاسیتیش رو صفر میکنم و الان از اینجا ببینید اینجا سارا اسکیل آروم محو شد. خب و اگه بخواید شما طولانی ترش کنین، میتونین بیاریدش این برتر که اینا رو دیگه یاد گرفتین، به این صورت محو میشه. ببینید اگر شما بخواید یه دونه از این کی فریم ها رو کلا حذف بکنین، مثلا ترانسفورم اوپاسیتی یا استایل، یکی از اینا رو میخواین حذف کنین. مثلا من اوپاسیتی رو میخوام حذف کنم، این قسمت که بیاین رو این قسمت نمیشه ریموو اگزایتینگ کی فریم، اینجا رو اگه کلیک بکنین کل کی فریم رو اینجا هست رو و الان دیگه اوپاسیتیش کم نمیشه. یا مثلا میخواین استایلش رو هست کنین، این قسمت رو نگاه کنین، روش کلیک میکنم کلا استایل این قسمت هست میشه و دیگه
اون چیزی که حالا قبلا اینجا انجام میشد این قسمت حذف شد. چیز دیگه ای میخوام اینجا بهتون بگم، این فلش اینجا رو میبینین، این فلش روی تکست اینجا رو اگر روش راست کلیک بکنین، کلیک راست روی موس رو بزنید، اینجا بهتون موشن میده. یه سری موشن های پیش ورز داره. خب بذارید من روی یکی ویدیو امتحان کنم بهتون بگم. حالا قبل از اینکه بخوام موشن ها رو بگم، توی این قسمت ویدیو یه فلش زده، اگر روش راست کلیک بکنم اینجا یه دیوریشن و اسپید داره، یعنی سرعت ویدیو رو کم و زیاد میکنه. من یک مقدار اینو میبرم این ورتر، اینجا روش راست کلیک میکنم، میخوام سرعت این ویدیو تون بشه. الان من یه پلی میزنم، سرعت رو ببینید به چه صورت هست. سرعت معمولی، یعنی رو به آرومه. اگر اینجا من اسپید رو بخوام کم و زیاد بکنم، یعنی سرعت رو خیلی کمتر از این بکنم، میارمش به سمت چپ و الان من پلی رو بزنم، سرعتش خیلی کمتر شد. یا اگر من بخوام سرعتش رو بیشتر از 100 بزنم و تا آخر مثلا روی 400، ببینید خود ویدیو هم کوچیک شد چون سرعتش کم شد. من اینقدر دیگه نمیخوام سرعتش رو کم کنم، مثلا روی این قسمت میذارم. حالا اگر من پلی رو بزنم سرعتش خیلی تون شد. یک کنترل زد میزنم، برمیگردم دوباره روش راست کلیک میکنم، همون سرعت رو میارم روی 200. خوبه. الان من پلی رو بزنم، ببین سرعتش زیاد شد، سرعت ویدیو. از این طریق هم شما میتونید سرعت رو کم و زیاد بکنید. من این رو روی همون 100 قرار میدم. خب این قسمت دیوریشن مدت زمانش هست. مدت زمانش میخواین روی 3 ثانیه باشه، روی 2 ثانیه و روی 7 ثانیه میخواین باشه. این مدت زمانش هست که میخواین به چه صورت باشه. من اینجا دوباره پلی رو میزنم، ببینید به این صورت مدت زمانش اومده پایین. روی این قسمت آیدیو زده. شما آیدیو رو میتونید ولومش رو کم و زیاد بکنی. البته این ویدیو صدا نداری که من بخوام کم و زیادش کنم، میتونم روی پایینی توضیح بدم. بذارید من اینو اینجا قرار بدم روی این ویدیو، یه دونه توضیح بدم و بعد برم روی موزیک. خب ما روی این ویدیو قرار داریم، اینجا یه فلز زده، روش راست کلیک کنم چون که بهتون گفتم موشن هست. ببینید ما هیچ موشنی روی این ویدیو اعمال نکردیم، پس من راست کلیک میکنم. اینجا خودش پیش فرض این تعداد داده، زوم داره، پن داده، زوم روتیت داده، همچی چیزی داده. شما مثلا روی پن اند زوم که حالت پیش فرض خودش هست کلیک میکنید، اینجا میتونید تغییر بدید که زومش از کدوم بر باشه، چند درجه باشه، زوم این باشه یا زوم اوتش میخواد بکنه. حالا روی زوم این قرار میگیرم. ببینید الان من از اینکه روش کلیک بکنم و شما این ویدیو رو داشته باشین، ببینید دو تا کی فریم داد به رنگ قرمز هست، خودش اون زوم رو روش انداخت. من بیام این عقب یه پلی رو بزنم، ببین روی این ویدیو که رفته خودش یه زوم بهش داده. اینقدر زومش طولانیه، من میتونم یکم کوتاه بکنم مثلا زومش رو، از اینجا تا اینجا باشه و دوباره پلی رو میبینی حالت زوم داره. دوباره یه کنترل زد میزنم، برمیگردم میام مثلا روی روتیت قرار میگیرم. اینجا هم میتونین انتخاب بکنین کدوم باشه، روی روتیت قرارش میدم. دوباره من الان بیام اینجا، ببینید دوتا کی فریم روتیت داده قرمزا رو. اگه دیدین ندارینش اینو ببندی باز کنین پیدا میشه. الان خیلی طولانی، یعنی من اگه بخوام پلی کنم شما چیزی اینجا متوجه نمیشین. خب من یک مقدار اینو کوتاه‌ترش میکنم، مثلا اینجا قرار بگیره با اینجا و الان پلی رو بزنم، میبینید حالت روتیت شد و چرخش شد، رفت از اول حالت چرخش شد. یک مقدار دوباره من فاصلش رو کم میکنم که ببینید، چون فاصلش خیلی زیاده متوجه نمیشید. ببینید الان روتیت شد. دوباره من کنترل زد میزنم، یا مثلا انتخابش میکنم دیلیت میزنم و مثلا میام روی زوم خالی کلیک میکنم، روی زوم خالی، زوم اوت میخوام باشه. دوباره روش کلیک میکنم، دوتا رو به هم خیلی نزدیک میکنم که ببینید. پلی رو میزنم، نمیدین زوم اوت شد، رفت عقبتر. یا اگه بخواین زوم این بشه میاد جلوتر، زوم این رو انتخاب میکنین. از این حالا موشن آماده خودش هم میتونین استفاده بکنین. روی موزیک که بخوام برم دوباره یکم زوم اوتش میکنم. روی موزیک هم این قسمت میبینین یه فلش داره، اینقدر موزیکش طولانیه، ما میتونین موزیک رو کمش هم بکنیم. ببینین به این صورت شما میتونید موزیک رو کم و زیاد کنید، حتی ویدیو رو هم میتونید به این صورت سرعت رو کم و زیاد بکنید. من موزیک رو اینجا کمش میکنم، یکم زومش میکنم. اینجا شما راست کلیک بکنید، الان فقط آیدیو دارید، میتونید ولوم رو کم و زیاد کنید. الان فعلا ولوم رو ببینید، گوش کنید،
خب الان من میام این قسمت ولوم روی 100 بود، میام یکم کمش میکنم. پلی. ولوم خیلی کم شد، نمیدونم شنیدین یا نه. میارمش تا آخر، الان باید خیلی ولوم بالا باشه. نسبت به قبل ولومش بالا رفت. من همون روی 100 میذارم پیش برز. فید این، مگه اینو بیارم تا آخر یک حالتی بهش میده یا فید اوت. یک حالت این فید این و فید اوت بهش میده. این میوت هم که اگر روش کلیک بکنین کلا نمیخونه. یعنی پخش نمیشه. خب دوباره میتونیم تیک میوت رو برداریم دوباره پخش بشه. من از اول دوباره پلی میکنم که این قسمت رو که موشن کردیم ببینی. البته یک مقدار میخوام اینا رو جابجا کنم که این مورد. خب حالا یکم ولومش رو هم ببریم بالا. دیدین این موشن رو دوباره از اول من پلی میکنم. بسیار. شما میتونید توی فتوشاپ هم یه همچین چیزی، همچین ویدئویی رو بتونید توی فتوشاپ درست بکنیم. حالا میریم برای رندر گرفتنش. برای رندر گرفتن میام تو قسمت فایل، تو قسمت اکسپورت و قسمت رندر ویدئو. البته شما باید حتما ابتدا و انتهای ویدئوتون رو بسته باشین. ببینید این دوتا رو میبینید، این دوتا شما هر قسمتی که میخواین رندر بگیرید، مثلا شما میخواین این قسمت رو تا این قسمت رندر بگیرین، این تیکه رو فقط میخواین رندر بگیرین، خب این تیکه رو انتخاب کنم و رندر بگیرین. ولی شما اگه بخواین کل ویدیوتون رو رندر بگیرین، مثلا تا موزیک تا اینجا، باید حتما اول ویدیو و آخر ویدیو بسته باشه. اگه بسته نباشه شما مثلا تا اینجا باشه این جای خالی رو هم میگیره. برای مثال مثلا این قسمت رو من میخوام رندر بگیرم، میام مثلا همین قسمتی که موشن شد تا اینجا، میام تو قسمت فایل اکسپورت و رندر ویدیو رو روش کلیک میکنم. این پنجره باز میشه. تو قسمت نیم، خب یک اسم میدین. من سار اسکیل رو اینجا می نویسم. تو قسمت سلکت فولدر اینجا میتونید فولدرتون رو انتخاب کنین که کجا میخواین سیوش کنین. من همینجا میخوام سیو باشه. شما میتونید روی دسکتاپ یا هر جا روش کلیک میکنین، هر جا که بخواین سیو میکنین. و قسمت فرمت کویک تایم داره، DPX و H264. اگر شما بتونید روی H264 سیو بکنید که خب چه بهتر. اگر رندر رو زدین و اوکی و اختار داد، میتونید بیاید روی کویک تایم، هیچ فرقی نمی‌کنه. فعلا من روی H264 می‌ذارم، اونم رندر رو برام می‌گیره. این قسمت پریست هم شما روی های کوالیتی، بالاترین کیفیت روش قرار میدین. روی کویک تایم که بزنین به صورت اتوماتیک خودش میشه رو انیمیت های کوالیتی. روی بعدی H264 به این صورت هست. سایزش هم داکیومنت سایز، روی اینا رو دستکاری نکنین چون همون سایزی که خودتون دارین اینجا خودش میده، بذارید باشه. این قسمت هم که فریم بهتون میده که توی چند فریم کار کرد میخواین انجام بده، که همون 25 فریم اوکی هست برای ویدئوهای معمولی. قسمت رنج، این قسمت هم استارت فریم، یعنی از چه فریمی استارت میخوره و اندش، یعنی تهش رو چه عددی هست ته فریمتون. مثلا من از اینجا که شروع کردم 0 تا 398 فریم هست. اینا رو نیاز نیست دستکاری کنین، فقط اسم بدین و این قسمت فرمت رو انتخاب کنین. من میام رندر رو میزنم و اون اختار رو به من نداد. اگر اختار داد میتونین از کویک تایم استفاده بکنین، یک مقدار هم رندرتون طول میکشه. خب الان رندر برای من گرفت، برم توی فولدری که سیوش کردم. این قسمت ببینید سار اسکیل سیو شده. دقیقا از همون اولی که من انتخابش کردم و تا آخری، یعنی این دوتا استارت و اند ویدیو رو با هم بستم، فقط همون تیکه برای من رندر گرفت. ببینید دقیقا اینجا، یعنی از اینجا من اومدم استارتش رو انتخاب کردم تا اند که اینجا بود، دیگه مابقی رو نگرفت برای من. پس این قسمت رو فقط رندر گرفت. اینم از این قسمت ساخت حالا موشن توی
فتوشاپ. و در آخر اگر سوالی در رابطه با این قسمت داشتین حتما توی کامنت ها برام بنویسین، و یا اینکه اگر میخواین یک موشنی توی فتوشاپ ساخته بشه حتما برام کامنت کنین که در اولین فرصت ویدیوشو براتون میسازم.